مسئول کمیته پیگیری هنرمندان بازداشت شده در خانه تئاتر و عضو کارگروه مشترک خانه های سینما، تئاتر و موسیقی درباره اقدامات صورت گرفته توضیحاتی ارائه کرد. رضا داوودی که طی چند ماه اخیر به عنوان مسئول کمیته پیگیری هنرمندان بازداشت شده در خانه تئاتر فعال بوده است با ارائه توضیحاتی درباره شکلگیری کمیته پیگیری در خانه تئاتر و نیز همکاری اعضای این کمیته در کارگروه مشترک هنرمندان که متشکل از نماینده های از خانه های سینما، تئاتر و موسیقی است گفت اعتراضات و اتفاقات اخیر کشور بهزار و دستگیری تعدادی از همکاران ما و فعالان صنوف مختلف هنری منجر شد در پی این ماجرا با نظر و حمایت هیئت مدیره خانه تئاتر به عنوان یک مسئولیت اجتماعی و سنفی تصمیم گرفتیم کارگروهی را با نام کارگروه پیگیری و حمایت قانونی، حقوقی و قضایی برای پیگیری و حل مشکلات بازداشت جده ها تشکیل بدهیم که ضمن ارتباط با خانواده های این افراد در جریان مسائل و مشکلات ایشان قرار گرفته و حتی مقدور بتوانیم کاری برای ایشان انجام دهیم او همچنین گفت تلاش ها در مجموع نتیجه بخش بود و از فهرستی که داشتیم تعداد زیادی آزاد شدند ابتدا در خانه تئاتر یک فهرست از هنرمندان بازداشت شده در سراسر کشور داشتیم که با لیست اسامی خانه های سینما و موسیقی تجمیع شد طی بیش از سه ماه گذشته این لیست بارها تغییر پیدا کرد کسانی آزاد شدند و البته افراد جدیدی نیز بازداشت شدند این مدرس تئاتر و سینما درباره دلیل بازداشت چهره ها و فعالان هنری توضیح داد همکاران ما به دلایل گوناگون بازداشت شده بودند بعضی در فضای دانشگاه برخی در اعتراضات خیابانی و تعداد زیادی هم به دلیل فعالیت در فضای مجازی او با اشاره به اینکه تأمین وسیق برای آزادی هنرمندان بازداشت شده یکی از مهمترین مشکلات کارگروه پیگیری بود افزود در جلساتی که با معاونان دجال قوه غذاییه یا دادستانی برگزار گردید یکی از مواردی که مطرح شد میزان وسیقه ها بود که گاهن خیلی سنگین بوده و به نظر می رسید با اتهام وارد تناسب چندانی نداشته یا اینکه از حوزه توانایی خانواده خارج باشد به طوری که در چندین مورد خانواده ها امکان تأمین وسیقه ها را نداشتند و شرایطشان آنچنان بود که باید برای تأمین وسیقه چاره اندیشیده می شد. داوودی با ابراز قدردانی از هنرمندانی که در این مدت به طرق مختلف در کنار کارگروه پیگیری بودند، افزود، در بسیاری از جلسات و دیدار و ملاقاتها، بعضی از دوستان هنرمند به پیشنهاد و ابراز تمایل خودشان یا به دعوت ما حضور داشتند، حتی بعضی از اوقات که میزان وسیقه ها از توان فرد یا خانواده خارج بوده است برخی از همین دوستان کارگروه یا هنرمندانی چون رامبد جوان که شاید تمایلی به ذکر نامشان نداشته باشند تأمین کردند عزیزانی مانند شهاب حسینی رضا کیانیان علی دهکردی همایون اسعدیان محتاب نسیر پور و غیره نیز خیلی پای کار بودند و با احساس مسئولیت پذیری بسیار در جلسات مختلفی حضور داشتند او ضمن تشکر ویژه از همراهی دلسوزانه مهدی کوهیان و علیرضا حسینی در کارگروه مشترک از سایر اعضای کارگروه خانه تئاتر شامل شهرام احمدزاده سعید ذهنی و آرام محسری قدردانی کرد داوودی همچنین اضافه کرد که خانم رویا تیموریان با منش درخور تقدیر و صبوری و متانت بسیار و خانم ستاری اسکندری با تلاشی زائد الوصف مهربانانه و مستمر در تمام این روزها کنار کارگروه حضور داشتند و از هیچ تلاشی دریق نکردند و حضورشان موجب اعتماد بوده است داوودی خاطر نشان کرد چند دوستی که نام بردم خیلی زحمت کشیدند و در جلسات خیلی طولانی و پیچیدهای حضور داشتند عموما رفتن به جلسات یا حضور در دادگاه و غیره با استراب فراوان همراه بود و بازگشت از آنجا گاه با خوشحالی همراه میشد و گاهی هم با دلشوره و نگرانی ولی در کل روزگار خیلی سخت و عجیبی بود که تجربهش تا پیش از این برای من غیر قابل تصور بود در هر صورت کسانی واقعا پای این کار استادند بدون اینکه تمایل داشته باشند جایی نامی از آنها برده بشود داوودی همچنین از تلاش های ایرج راد و مقصود نعیمی زاکر از هیئت مدیره خانه تئاتر حمید رضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی و محمد مهدی اسکرپور از خانه سینما هم قدردانی کرد علاوه بر اینها هنرمندانی چون مستانه مهاجر امیر جعفری ریما رامینفر پانتا پناهی ها نوید محمدزاده، فریبا کوسری، اسقر دشتی و بسیاری دیگر که همراهی داشتند. آغاز رسمی جنگ قدرت احمدی نژاد خبر از سقوط نظام داد. هشدار احمدی نژاد از لحظه سرنگونی جمهوری اسلامی به دست مردم انقلابی محمود انتری نجات رئیس جمهوری پیشین ایران فیلمی از خود منتشر کرده که در آن توصیه برای برون رفت از وضعیت موجود کرده است او در این فیلم که کنایه های تندی در آن زده شده گفته پولی که هزینه سرکوب مردم در این کشور می شود، باید برای رفع مشکلات کشور هزینه شود انتری نجات همچنین گفته باید از افراد امین گزارش گرفته شود و باندهای امنیتی که فقط میخواهند مردم را کنند گزارش گرفته نشود زیرا نمی شود به همه انگ ضد انقلاب زد او گفته ممکن است فردا فرصت جبران نداشته باشیم او همچنین در ادامه صحبتهای خودش خبر از سقوط نظام داد او ضمن اعلام رسمی جنگ قدرت به خامنه هشدار داد که لحظه سرنگونی جمهوری دجال اسلامی به دست مردم انقلابی نزدیک است.